مهدی نخل احمدی روزنامه نگار و فعال سیاسی از چورین با ما هستن. خیلی خوش اومدین آقای نخل احمدی. ویدیوهایی که شهروندان برای ما ارسال کردن رو دیدیم، گسیل نیروهای سرکوب به سمت شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان. با توجه به اینکه شهروندان زاهدان و شهرهای دیگه سیستان و بلوچستان ثابت کردن خصوصا در این یک سال گذشته که سرکوب تأثیری نداره و اونها هر هفته به اعتراضات خود ادامه میدن، به نظر میرسه که گسیل این نیروها به سمت زاهدان بسیار نگران کننده باشه. نظر شما چیه در این مورد؟ سلام عرض میکنم خدمت شما. بله، خب ببینید، جو امنیتی در سیستان و بلوچستان به طور در واقع طبیعی در طول 4 دهه گذشته همیشه بیشتر از در سیستان، بلوچستان، کردستان، برخی از این استان‌ها همیشه بیشتر از متوسط استان‌های دیگر بوده. حالا دلایلی که جمهوری اسلامی اون نگاه امنیتی خودشون نسبت به شهروندان این استان‌ها داشته، اما خب بعد از جمعه خونین زاهدان و شروع اعتراضات مردم در زاهدان و گاهی در برخی از شهرهای دیگر، ما شاهد این هستیم که این حضور امنیتی و جو امنیتی تشدید شد، خصوصا در سالگرد جمعه خونین زاهدان که خب فراخوان‌هایی هم از چند وقت گذشته در فضای مجازی منتشر شد در رابطه با اعتراض و اعتصاب در روز جمعه و شنبه. طبیعتاً خب جمهوری اسلامی احساس می‌کند که به هر شکل ممکن باید این اعتراضات و این خشمی که مردم دارند رو سرکوب بکنند، نه اینکه پاسخ بدن. اما از طرفی خب شرایط به شکلی هست که هیچ کدام از خواسته‌ها و مطالباتی که مردم حداقل در این استان داشتن تا حالا نه تنها پاسخ داده نشده، بلکه در طول چند روز گذشته پیام‌هایی برای شهروندان در سیستان و بلوچستان در رابطه با عدم حضور در نماز جمعه فردا فرستاده شده، یا برخی از خانواده‌ها رو آمدن و تهدید کردن در رابطه با خانواده جان باختگان، در رابطه با اینکه نباید مراسم یا صحبتی در این مسئله باشه، یا حتی در یک دسیسه‌ای که محامی نماینده ولی فقیه انجام داده همایشی رو امروز در واقع ترتیب دادم به نام همایش بزرگ آیین برابری، نمیدونم برابری برادری را با مردم سیستان بلوچستان علی خامنه‌ای داره که در دیدارش با مردم بلوچ حتی صحبتی از جمعه خونین زاهدان و کشته شدن 120 نفر نکرد، یا برادری رو یا برادری و خواهری رو مردم کردستان و تهران دارن که در همپای مردم بلوچ برای کشته شدگان گریستن و از اونها حمایت کردن. علی‌ال حال خب جمهوری اسلامی تذویر و سرکوب تنها راهی است که در دست دارد و همیشه با همین منوال و روال هم حرکت کرد. آقای نخل احمدی، همونطور که شنیدیم در ویدیویی که پخش شد، نماینده زاهدان گفته از تهران بهشون دستور دادن که اونها وارد نشن و اعتراضات رو اونها سرکوب نکنن، از مرکز خودشون اشراف دارن به موضوع، این جمله‌ای که نماینده زاهدان گفته. به نظر شما چرا اصرار بوده که این اعتراضات سرکوب بشه از تهران و از مرکز و نه از مسئولین خود زاهدان؟ ببینین، این اعتراضات که در زاهدان شد و کشتاری که انجام شد مصادف بود با جنبش زن زندگی آزادی. یک در واقع در پس ذهن مسئولین جمهوری اسلامی و بیت رهبری بود که ما مردم بلوچی داریم که در 4 دهه گذشته هر بلای سر اونها آوردیم، نه خود اونها اعتراضی کردن و نه در واقع صدای قابل قبولی از طرف بقیه نقاط کشور یا بقیه مجموعه‌های اجتماعی بلند شده. به خاطر همین هم اینها تصورشون بر این بود که می توانند با کشتن نزدیک مثلا ده ها نفر هم اعتراض رو در این استان در واقع سرکوب بکنن یا در نطفه خفه بکنن، هم با این کشتار درس عبرتی بشه برای بقیه شهروندان در ایران که ببینن نتیجه اعتراض کردن یا در واقع ایجاد یک جنبش چه خواهد بود. علی‌رغم آنچه که جمهوری اسلامی تصور میکرد، بازتاب این کشتار در فضای مجازی و مردم شرایط ایجاد کرد که دقیقا برخلاف اون دسیسه و سناریوی جمهوری اسلامی پیش رفت. ممنون از توضیحاتتون. مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین ایتالیا ما را همراهی کردید.